سلام، من موزیک رضای خفن. چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال مثل چک. آقا کیمیا ترک داره تو دلی و خیلی از این ترکش تعریف کرده. به نظر میاد 6-8 باشه. بریم که بشنویم. خب ترک 3 دقیقه و 12 ثانیه است و هیچ توضیحی ندارم، هیچ دمو تیزری ازش ندیدم، هیچی. واقعا اولین آهنگیه که فکر میکنم از کیمیا، هیچی در موردش نمیدونم و مستقیم میریم که بشنویم. فقط قبلش اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش فعال کنین، لایک کامنت یادتون نره و همین دیگه. برو بریم ببینیم چه کرده کیمیا. 1 2 3 شش و هشت. اصلا اسم تو دلی حمید صفت هم یه آهنگی داره تو دلی، اونم باحاله. چه ربطی داشت نمیدونم، صرفا شباهت اسم. آها آها، کله رو تکون بدی میطلبه. هر تو که میخوای باش ولی واسم ما همه فرق. چقدر صداش قشنگه این دختر، خیلی. هر تو که میخوای باش ولی واسم ما همه فرق. بیا منو توی بغلت غرق کن، واسم مهم نی نظر مردم. یه زمانی اصلا کیمیا 6 و 8 نمیخونه اگه خاطرتون باشه، و الان بعد از ترک دوتایی بود که با دنیا خوند، یا قبلش نمیدونم، قبل یا بعدش، استعدادش رو میکنم توی 6 و 8 هم کشف شد. یعنی خودش رو محک زد و دید که ایول ایول، و الان میگیم که ایول. برو نمیاد جستا کسی به چشمم. کار با کیه؟ نه تنظیمم قویه. ای بر خب، فقط من یه نکته دارم. ای بیت که بیتش رو زده، ترانه و ملودیش مشخص نیست که با کیه. بذارینم با ترانه، ملودی، تنظیم، میکس و مستری تیم ای بیت. آها، تیم ای بیت سفت و سرش رو رفتن. فقط یه نکته، کیمیا خیلی صداش قشنگه و خاصه، و اون ترک دوتایی که من یادمه، بعدش هم یه 6-8 دیگه هم داد، خاطرم نیست اسمشو، اونا خوب بودن. اینم حتی ورسش خوب بود، اما کورسش به جای اینکه مثلا اون چیه، به جای اینکه کیمیا باشه، انگار مثلا ایکس بند باشه. یعنی کورسش به درد ایکس بند میخوره، ولی ورس اولش که شنیدم اصلا قشنگ نشسته بود رو صدای کیمیا. و امیدوارم حالا تیم ای بیت اگر میخوان بازم برای کیمیا کار بسازن، روی این نکته دقت کنن که حالا ما وقتی یه آهنگی رو با صدای کیمیا میشنویم، یه بک‌گراندی ازش داریم دیگه، یه بک‌گراندی از کیمیا داریم که مثلا چه آهنگایی خونده، چه توناژ صدایی داره، چه شخصیتی داره، حتی چه کاراکتری داره. چون توی مجازی هم زیاد فعالیت میکنه، توی اینستاگرام کیمیا، جدیدن توی یوتیوب هم داره فعالیت میکنه. داستان از این قراره که خب ما آهنگا رو که میشنویم، اون بک‌گراند ذهنی هم کار میکنه دیگه، پس بهتره که به نظرم متناسب با چیز باشه. واسه این کورسش منو کلن آهنگ که میشنوم، من نظر شخصی مینه، نباید اون آهنگ منو یاد یکی دیگه بندازه،
این اگر این اتفاق بیفته یه ضعف کوچولو حساب میشه به نظر من. حالا بازم نظرتون رو بنویسین توی کامنت ها. تا اینجای ترک به جز کورس من خیلی دوست داشتم، هم شروعش هم ورس اولش و هم ریتم کلیش. برو حتی اینجا اوورتور هم خوبه انصافا با حاله. اگه دوست دارم عشقم چه قشنگه با همیم امشب، عشق ما رو روی عبا نوشن. ورس دوم هم برای کیمیا نوشته شده. ای بی دیگه برای کیا کار ساخته؟ بذاریم یه چیزی رو بگم بچه ها. به خدا من این تیکر رو ندیدم، واقعا ندیدم، ولی پیج ای بی تو الان بهتون نشون میدم. اگر بشه اینجا چیز کن یه لحظه میبینی؟ این الان پست آخرش که برای کیمیاست، اینجا رو نگاه کنین کیو میبینین؟ زشته واسه یه دختر ایکس بند. من نمیدونستم، من خودم رو فکوس کنم، من نمیدونستم که ای بیتم برای اون، یعنی حضور ذهن نداشتم و حتی قبل ترش هم باز مثلا تک خالو برای ایکس بند ساخته، من اصلا نگاه نکردم، صرفا چیز شنیداری، یعنی حس شنیداری بهم گفتش که این کورس مناسب ایکس بنده و بعدش پست پایینیش دیدیم که مثلا برای ایکس بند هم کار ساخته و قبلش انصافا ندیدم که اصلا با کیا همکاری کرده. اینه که به نظرم این نکته خیلی شاید جزئی باشه اما اگه کسی دقت کنه متوجه میشه و من که خدای دقتم و قشنگ زدم تو خال ایکس بند، یعنی چرا نگفتم مثلا شبیه دنیای کورسش، ولی جفت ورسا عالی بود، یعنی برای 6 و 8. و اینکه خب از یه طرف هم بخوایم حساب بکنیم کیمیا تجربه زیادی توی آهنگای 6 و 8 نداره و این اتفاق احتمالش زیاده که مثلا بیفته تا مثلا بعد از چند تا آهنگ اون سبک و سیاق خودش رو پیدا بکنه توی این سبک، توی این استایل 6 و 8. و من الان خورده نمیگیرم بهش، اما از ای بیت که سازنده کاره دوست دارم به این جزئیات توجه بکنه که آقا این ترانه، این ملودی اگر من میخوام واگذارش بکنم مثلا به کیمیا باید کامل فیت بشینه روی کیمیا، بشینه روی صدای کیمیا. و ورسا این اتفاق براش افتاده بود، اما حالا کورس نمیدونم چه داستانی بوده، مثلا یه تیکه از آهنگ ایکس بند بوده، اضافات مثلا آورده کنار، چی میگن، ترانه تو دلی یا داستان چی بوده، کورس مال کیمیا نبود، یعنی رو صدای کیمیا نشسته بود به نظر من. و دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم ببخشین که زیاد پر حرفی کردم. ریاکشن دیگه آهنگ خالی نیست، آهنگ خالیش هم میتونین از توی دیسکریپشن لینکشو گذاشتم، برید از یوتیوب رادیو جوان یا اپ رادیو جوان بشنوید. و همین، خیلی چاکریم. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کانالش لایک کامنت قربان شما. نظرتون رو بنویسین که آیا شما هم دقت میکنین که مثلا وقتی یه آهنگ میشنوین میگین این آهنگ چقدر شبیه مثلا فلان آهنگ بود یا فلان خواننده اگر میخون چقدر به صدای اون میومد. شما اینجوری هستین یا من فقط اینجوری هم؟ نمیدونم. توی کامنت ها بنویسین. تا ویدیو دیگه قربان شما. مثلا چک.